که صدای درون رو خدمت شما و باقی دوستان و ملت عزیزم در سرتاسر این گیتی بیان میکنم. نه تنها ما مبارزه میکنیم و جلوگیری میکنیم از کسانی که خواستار تجزیه هستن، جدایی طلب هستن، بلکه در این راه داریم مبارزه میکنیم قسمت هایی که از ایران جدا شده رو پس بگیریم. 2 سال هست که از قرارداد ننگین ترکمنچای میگذره. برادر لنین در یادداشت‌هاش نسبت به کسانی که راهش رو پیش بینی کرده بودند و دنبال کرده بودند گفته پس از 100 سال 17 پارچه آبادی ایران زمین باید به ایران بازپس بدیم. چرا هیچ کدوم از دوستان در حزب توده، در جمهوری خواه، در سایر دیگه مطلبی در این قضیه ننوشتن؟ چرا پس از گذشت 2 سال این قضیه خاموشه؟ مگه چینی‌ها هنگ کنگ رو بازپس نگرفتن؟ ما نیز امروز میتونیم 17 پارچه آبادیمون رو بازپس بگیریم، به شرطی که اتحاد داشته باشیم، به شرطی که در سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل مثل UNPO نریم ثبت نام بکنیم تا آینده کشورمون رو مثل یوگوسلاوی رقم بزنیم. بله، اینا خیلی مهمه. سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل دلسوزی برای ملت ایران نکردن. ما باید دلسوزی برای هم باشیم. من در خدمت شما هستم. زنده باشید آرشان. بچه در اتاق فرمان، من روی اینترنت اشکان رو میبینم، اگر میشه اشکان یوسفی گرامی رو از پاریس رو هم اد بکنید، منتظر هستن تا اد بشن، چون که بخاطر اون فریزی که به وجود اومد بچه ها چند نفرشون عقب موندن. ما چه میدانی شرمنده، یک آن به من فرصت میدید؟ 100% ما در خدمت شما ایم. هم بفرمایید، صدای شما پخش میشه. من آرش گرامی خیلی به جامعه جهانی کار داره. ببینید آرش گرامی، جامعه جهانی دلش به حال ما نسوخته. ما مشکلی که به راستی 1400 ساله داریم، باید ببینیم مشکل کجاست. واقعا باید بیایم این تاریخ رو ببینیم که چگونه است و برای چی ما به اینجا رسیدیم. ببینید بان چمینانی گرامی، ما 2500 سال تاریخ پس از کوروش بزرگ، تاجگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ، ما 2500 سال تاریخ نوشته شده داریم. در این 2500 سال که تقسیم بر 2 میشه، 1100 سال در پیش از حمله تازیان و آمدن دین آسمانیشون به کشور ما و 1400 سال پس از آمدن دین آسمانی به کشور ما، حالا به زور شمشیر بر اساس تاریخ یا به قول آخوندا با رحمت و نور آسمانی خودش، اونو کاری ندارم. در این تاریخ وقتی که ما نگاه میکنیم، در اون 1100 سال ما 4 مرتبه حکومت عوض کردیم و در این 1400 سال ما 33 بار حکومت دگرگون کردیم. در اون 1100 سال ما جزء کشورهای جهان اول بودیم و البته بگم تقریبا تنها کشور جهان اول بودیم. یونان، حالا انقدر تاریخ سازی کردن دروغه عزیزان، این کتابایی که حالا یونان درست کرده همش دروغه. تمام کتابای ما در دوره اسکندر و در دوره آقای عمر همه آتیش زدن و دارن میگن که در این یونانیا برای خودشون تاریخ سازی کردن، از اساس دروغه. حالا کاری ندارم، جزء کشورهای جهان اول بودیم. امروز ببینید ما به کجا رسیدیم. یه کشوری شدیم با موتور سیکلت مردای ما دارن نون زن و بچه‌شون رو در میارن. در اون 1100 سال ما می‌بینیم که کشور ما چیز بوده، پر از تمدن بوده، فرمانروایی کل جهان رو داشته. امروز شدیم به این کشوری که همه قسمت تجزیه شده، بازم این جامعه جهانی دست بر نمی‌داره، هی کردها رو قوی می‌کنه، هی می‌خواد میره به بلوچ‌ها رو قلقلک میده، باز این کشور رو می‌خوان تجزیه کنن. الان تازگی می‌بینم که یک مشالا نمی‌خوام بزرگشون کنم، این آذری‌های ما که فکر می‌کنن بعضی‌هاشون ترکن، دارن پان ترکیسم رو انداختن و می‌خوان اون قسمت هم یک بیمار روانی به نام آقای ناصر پورپیرام برای اینا میاد چیز می‌کنه، کتاب می‌نویسه و من دیدم تو کتابش نوشته خداوند با آدم و حوا به زبان شیرین ترکی صحبت کرد. اصلا این مردک خجالت هم نمی‌کشه. حالا کاری ندارم، من می‌خواستم بگم ببینید ما مشکلمون الان جامعه جهانی نیست. جامعه جهانی دشمنیشو ببخشید، عقده و حقارتی که از فرهنگ ایران داشته همیشه خب معلوم بوده با ما دشمن بوده، ولی امروز روزی نیستش که ما بخوایم با جامعه جهانی درگیر شیم. فرهنگ ایران انقدر زیباست که امروز میاد با جامعه جهانی هم کنار میاد. ما امروز مشکل خودمونه آقای شمیرانی. ما امروز 4 تا کانال تلویزیونی داریم، هممون با هم مشکل داریم توی ایران. ببخشید هر کسی، الان من توی این خارج از کشور 3 ماه اومدم، میبینم هر کسی واسه خودش یه گروهه. هر 4 تا 5 آدم اومدن سازمان تشکیلات درست کردن. ای بابا بیاد یه سازمان درست کنیم به نام شورای ملی ایران، مانند سوریه. ما اینقدر این عربا رو مسخره کردیم، هرچند مردم سوریه عرب نیستن، ولی به هر حال یه بخش خودشون رو عرب اونجا میدونن، زبانشون عربی است.
ببینید چه کردن بابا، خجالت بکشین. ببینید مردم سوریه دارن چه میکنن، همه گروه هاشون رو با هم متحد شدن، شورای ملی درست کردن. آقا من پیشنهادم اینه، یا شاهزاده رضا پهلوی بیاد این شورا رو درست کنه، یا اگه شاهزاده این کار رو کرد بقیه گروه ها بیان، یا یه گروهی با هم بیاد بیان همه با هم یک شورای درست کنه، همه ماها از هر طیف سیاسی اونجا باشیم. این که نمیشه هر تلویزیونی هر گروهی واسه خودش یه 4 تا 5 تا آدم درست کرده، 7-8 تا منیجک گذاشتن، هی از همدیگه تعریف میکنن قربونت برم و فدای تو من بشم و به همه فوش بدیم. و این که آخه نمیشه عزیزم، بیاید امروز یک بار برای همیشه با هم متحد بشین. شما ببینید یاد بگیرید از مردم سوریه. با تاربن میگم تاریخ کشمن ادعا میکنم آقا بر اساس فرهنگ ایران ما میتونیم کشور رو بسازیم. دوستان چپ قبول ندارن نداشته باشن. اگر خب به قول آرش حرف قشنگی میزنه، دوستان سرخ اگر میخوان این سرخیشون بر اساس این باشه که همه جهان بشه ایران، همه جهان زبانشان بشه فارسی، خب میان تو کشور ما فعالیت کنن. اگر نه غیر از اینه باز اندیشهشون مورد احترامه، ولی چرا گیر دادن به ایران؟ ببخشید تو سوئد الان اینجا پرن این دوستان چپ، چرا گیر دارید به ایران؟ خیلی خب گیر برید به دولت سوئد، به دولت سوئد بگید آقا شما بیاید توی جامعه جهانی. خب دولت سوئد هم پادشاهیه، چرا شما نام ایرانو میارید؟ اندیشهتون مورد احترامه، ولی من واقعا کار شما رو نمیتونم درک کنم. اگه هر کی به راستی میخواد که اون کشور، حالا با هر دیدگاه سوسیالیست ناسیونالیست، هر نوع سیستم حکومتی اقتصادی رو که میخواد پیاده کنه، امروز آقا متحد باید بشیم. برای نابودی یک حکومت ارتجایی باید متحد بشیم. من سپاسگزارتونم، اشکان گرامی هم اومده، من درود ویژه بهشون میفرستم و سخن رو کوتاه میکنم که بقیه دوستان بتونن صحبت کنن. سپاسگزارم. سپاس اشکان جان، درود بیکران در پاریس، شبهای پاریس. دیشب که خب رفته بودی سر کار، هم فهمیدن و نتونستیم با پدر گرامی صحبت بکنیم. امشب دیدم پدر گرامیت هم در کنارت هست و خیلی خوشحال میشم که ایشون هم جلوی دوربین صحبت بکنند و نظریات خودشون رو با ما در میون بگذارن. شب شما خوش در پاریس. درود بر شما آرش میرانی عزیز، امید عزیز، آرش عزیز و بقیه دوستان. عرض ادب دارم خدمت تمام شما. ببخشید من دیر اومدم، دیدن جای دعوتمون کرده بودن، به خاطر همین طول کشید تا بیایم. دیگه دنبال کار نبودم، دیگه من هیچ شبی دنبال کار نخواهم رفت. راستش رو دیگه گفت. بله بله، من اگه اجازه بدید پدرم چند کلمه باهاتون صحبت میکنه، قبلش من یکم صحبت میکنم و اگه اجازه بدید بعدش از حضورتون رفع زحمت کنم. من فردا عازم سفر هستم به ایتالیا و باید آماده کنم خودمو، چمدونمو، تشکیلاتمو ببندم و هفته بعد میام، سه شنبه برمیگردم. خب بعدا شما نمیتونی از ایتالیا با ما، اولا که خب باید برای ما سوغاتی برداری بیاری. حالا من سوغاتی خودم رو نمیخوام، میتونی آدرس بچه ها رو بگیری برای امید جان، برای آرشان در ترکیه، در سوئد، برای اینا پست بکنی. ایتالیا اگه گفتی چیش خوبه که بتونی سوغاتی بیاری؟ چشم، حتما این کارو میکنم، شما امر فرمایید. من چون خودم از غذا خوشم میاد فکر کنم پیتزاش خوب باشه، ولی خب من پیتزا که نمیتونم سوغاتی بیارم. داری میری سیسیل؟ داری میری سیسیل یا میری روم؟ نه میرم ناپلس. بله خب درود ما رو به همه ایتالیایی‌های در واقع اونجا برسون و یه سری هم به زمینای فوتبالشون بزن. چشم، حتما این کار رو خواهم کرد. خب. البته من لپتاپمو با خودم میبرم و اونجا اینترنت دارم، میتونم. خب خوبه، همون لپتاپ هم داشته باشید مسئله نیست، حتی تصویرت هم ما نداشته باشیم لذت میبریم که از ایتالیا برام تعریف بکنید. دوستان حداقل در ایام نوروزی بدونن که اشکان عزیز وقتی تشریف میبره در ایتالیا اونجا چه خبره، ایرانی ها اونجا چی کار میکنن، بالاخره دوستانی اونجا داره. ولی بی صبرانه منتظرم که صدا و چهره پدر گرامیتون رو ببینیم و بشنویم. حتما. پس من صحبت نمی کنم، جارو بلندش میدم به پدرم و بعد از پدرم خودم هم چند کلمه عرض ادب میکنم و بعد رفع زحمت میکنم. خواهش میکنم، بسیار خوشحال میشم این کارو انجام بدید. این خانواده واقعا باید بهشون آفرین گفت. در تمام طول دوران به تمام پناهجویان و پناهندگان در یونان و سایر کشورها یاری رسوندن. این نمونه ای از خانواده اصیل ایرانی و شیرازی است. درود بر شما. درود بر شما برادر عزیزم شمیرانی عزیز و بقیه دوستان عزیز، جوانای
وطن دوستی که با غیرت و شرف برای مملکتشون دارن مبارزه میکنن و این جای خوشبختیه. و من همینطور که اشکان گفتن میخوام چند کلمه باهاتون صحبت کنم. البته من اون اشکان حتما میدونین چون پدر اشکان هستم، فامیلی من میدونین که یوسفی، اسمم بیژن هست. من 12 سال قبل وارد بلغارستان شدم و چیزی که منو خیلی رنج میده اینه که وقتی جوانای مملکتمو میبینم، توی چهره جوانای مملکتم یه غم میبینم، اما پشت این غم یه چیزی دیگه هم هست. جوانای ما دو تا خصیصه بسیار زیبا دارن که اینو توی دنیا کمتر میشه پیدا کرد. یکی شجاع هستن، یکی فهمیده هستن، یکی باسوادن، و این جای خوشبختیه. من توی بلغارستان که بودم با جوونا زندگی میکردم، الانم با جوونا زندگی میکنم. دیشب وقتی که زیای عزیز اومد صحبت کرد، یادم میاد زمانی که توی ایران بودم، وقتی که برنامه زیا روی آنتن رفت و تلویزیون NITV رو اونجا میدیدیم، این زیا، اون اشکایی که زیا اون موقع برای مملکتش میریخت، همینجور توی ذهن من هست. و همینطور شما شمیرانی عزیز، زمانی که توی آتن بچه ها اون برنامه بزرگ رو انجام دادن، توی آتن کار خیلی خیلی بزرگی انجام شد، دنیا متوجه اونجا شد. یه شیرزنی، شیردختری به نام ماندانا اومد اجازه داد سوزن توی لباش کردن، لباش رو دوخت به خاطر اعتراض به رژیم فاشیستی و اهریمنی که به سرنوشت ما حاکم هست. من میخوام بگم که باید به جوانامون بها بدیم، باید جوانامون، جوانای ما شجاع هستن، هیچ ترس و واهمه نداشته باشیم از این که آیا ملت ما یه ملت مذهبی هستن و نتونیم از اون مذهب خشنی که داره جوانای و مردم ما رو از بین میبره باشون صحبت کنیم. چرا؟ ما باید حقایق رو به جوانامون بگیم، ما باید بگیم که 1400 سال چه اتفاقی افتاده، باید بگیم که 1400 سال بر ما چه رفته. مغول حمله کرد، اسکندر حمله کرد، اما آثار و فرهنگ اونا از بین رفت، ولی فرهنگ تازی مملکت ما رو محاصره کرده، مملکت ما رو در بر گرفته. ما روزی روی خوش میبینیم که فرهنگ تازی رو از مملکت خودمون برداریم، و این فقط به دست جوانای غیور و دلیر ما امکان پذیر هست. هیچ وحشتی نداریم بگیم که به ما چی رفته، هیچ وحشتی نداریم بگیم که به نام خدا چی کار میکنن، چطور میکشن جوانای ما. چیزی نه، بله، پس باید جوانامون آگاه باشن که هستن. من توی کشورهای زیادی سفر میکنم، همین هفته گذشته من از دانمارک اومدم، چهره جوانای دانمارک توی چشمای من هست، من با اونا صحبت کردم و همشون عشق وطن در سرشون هست، همشون نگران وطنشون هستن. این جوانای زیبا، این جوانای خوب، و دلم میخواد دخترهای عزیز هم بیان در به جمع شما بپیوندن. شما میدونید که 2 سال قبل وقتی که ملت ما بلند شدن، دخترها مشتاشون رو بلند میکردن و جلو مردم میرفتن. دخترهای ما کف خیابون کشته شدن چون شهامت داشتن. پس بنابراین من به سهم خودم از شما شمیرانی عزیز و ضیاء عزیز تشکر و قدردانی میکنم که این امکان داری به جوونا میدین. جوونای ما شجاع هستن، مردای مسن ما وحشت دارن، نمیدونم از چی وحشت دارن، اما جوونا این وحشت در وجودشون نیست. همونطوری که گفتم، من با جوونا دارم زندگی میکنم، توی دانمارک میرم، توی هلند میرم، میرم توی کمپا باهاشون میخوابم، باهاشون غذا میخورم، پای درد دلشون میشینم. میدونم که همشون آرزو دارن وطنشون آزاد بشه، میدونم که همشون از تحقیری که در اروپا داره به اونا روا میشه صحبت میکنن. توی آمریکا نیستن، کمتر پناهنده ها هستن. 90% پناهنده هایی که وارد اروپا میشن جوونا هستن، دختر و پسر. اونایی هستن که از دردهایی که بهشون رفته، از مملکتشون که توسط یک مشت اراذل اوباش اشغال شده، فرار کردن و الان دنبال چاره ای هستن، دنبال این هستن که یک روزی مملکتشون آزاد بشه. و من ایمان دارم که اهورامزدای ایران مملکت ما رو از چنگال اهریمن نجات خواهد داد. من صحبت دیگه ای ندارم، فقط اومدم به این وسیله قدردانی خودم و از برادرم شمیرانی اینجا از این طریق اعلام کنم
که این فرصت رو به جوونا داده و جوونا رو داره بهشون بها میده. جوونا هستن که آینده مملکت ما رو میسازن. جوونا هستن، جوونا باسوادن، جوونا میدونن که این دین 1400 سال اهریمنی چه بر سرشون آورده، چه کار کرده. من توی یونان بودم، توی بلغارستان بودم و وقتی که پای صحبت اون مردم اون دوتا کشور می نشستم می گفتن این عثمانی ها 400 سال بر ما حکومت کردن و ما از اینا نفرت داریم و امروز تعجب می کنم از گروهی از ایرانی ها